بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون. اخیرا اتفاقاتی افتاد، من در شبکه اجتماعی رصد می‌کردم که خیلی دیده نشد، به خاطر اینکه با توجه به مشکلاتی که امروز کشور هست و فضایی که تو کشور هست خیلی اصلا تو چشم نمیاد. خب اونم بیانیه آقای میرحسین موسوی بود و مثلا واکنشی که شکل گرفت و تصویری که دختر ایشون تو اینترنت در واقع نشر داد. اولا میخوام بگم که الان زمان پرداختنش من توی مقدماتی دارم. مقدماتم هم اینه که اولا افراد رو از من نخواهید صفر و صدی بررسی کنم. اون چیزی که واقعا برسم میگم. خب همه چیزی هم که برسم نمیگم، یعنی بالاخره مساله رو لحاظ میکنم. من تا شیفتگی نسبت به کسی ندارم که مثلا یا اهورایی ببینم یا نفرت داشته باشم او رو اهریمنی ببینم. آدما یه چیزی بین این دوتان. خب ما نمیتونیم وقتی در مورد مثلا احمدی نژاد داریم صحبت میکنیم او را مثلا نقاط و نکات مثبتش رو نبینیم، بگیم احمدی نژاد پرکار نبود، احمدی نژاد مثلا ساده زیست نبود. نه، یه ایراداتی داره، یه نقاط قوتی داشته، اما اینا رو باید گفت. در مورد میرحسین هم بنده اینطور میخوام در واقع بررسی بکنم. حالا این حتما به مزاق و مزاج دو گروه خوش نخواهد آمد. خب کسایی که ذوق در ایشونن نقد رو نخواهند پذیرفت و کسایی که کاملا یک شیطان میبینن و اونها هم در واقع وقتی یه خورده من ریشه ها رو بخوام بررسی کنم شاید خوششون نیاد. اونطور من برای ثبت در تاریخ دارم اینا رو دارم عرض می‌کنم. ببینید، حتما میرحسین موسوی سال 88 یه عقبه ای داره، به یک بار اینطور نمیشه. اینا رو باید دونست. الانم فضاش نیست. یه فرصت دیگه یه جلسه دو سه ساعته‌ای بشه بعد صبح. من می‌خوام اینو جلسه رو یه ربع نیم ساعته جمعش بکنم. اقدامی که ایشون کرد، یعنی این که منجر به این حصر شد، هرگز مجازات ایشون نبود از نظر قانونی، اینو خوب بدونید. یعنی حذف فقط یه اقدام تأمینی بود، یعنی بین او و بدنه اجتماعی مخاطبش فاصله بندازه که چه اتفاقی بیفته نتونه تحریکش کنه. در ابتدا هم دیدیم مثلا بیانیه میداد، آرام آرام این حذف بیشتر شد، یعنی با توجه به کنشگری او. خب اقدام او، یا اگر بقی باشه که اعدامه، خب اگر اقدام علیه امنیت ملی هم باشه که خب زندان داره و این قصه های دیگه، حالا بحث حقوقیش هست که متخصصینش میتونن بیان نظر بدن. منتها هرگز اصلا وارد مرحله نشد، یعنی فقط او را از جامعه مخاطبی که میتونست تحریکشون کنه فاصله دادن. اینکه نظام چرا حالا حذف کرد و این مثلا مشروعیت داشت نداشت، اینها بحث دیگری است که در طول تاریخ هم بوده، هم دلیل قرآنی براش داریم، مثل کاری که حضرت موسی با سامری کرد، در حالی که حتما حکم سامری اعدام بود. به قولی کسی که پایین‌تر از او بودن برف و گوش داده بودن، فقط طول انفسکم کشته شدن. خب سامری حذف شد، لامساس، یعنی تماس با مردم ازش گرفته شد. یا اقدامی که در مورد همسر پیامبر بعد از جنگ جمل اتفاق افتاد این بود که امیرالمومنین رو در یک هیئت 40 نفره‌ای که زنانی بودند که خودشون به هیئت مردان در آورده بودند و برادرش محمد ابن ابی که محرمش بود به مدینه فرستاد و در خونه بود دیگه. خب خیلی کنشگری اجتماعی نکنه، چون از شخصیت رو سوء استفاده شد دیگه. افراد جمع شدن، طلحه و زبیر و قصه هازال رو میدونید، بنی امیه علی خصوص ریختن و اتفاقات افتاد. ببینید آقای میرحسین موسوی یه آدم اسلام سنتی خدمت شما عرض کنم و از یک خانواده همین شکل. خب که اینها یعنی یک اسلام عرفی، همین که اونچه که ما میبینیم، شما وقتی با دوستانشون میشینید صحبت میکنید میگن مثلا ما جوان بودیم رفتیم حرم حضرت معصومه نماز خوندیم، مثلا یکی از اینو برمیگره بهش میگه که از هم کلاسی که هم دانشگاهی که داشتن دانشگاه با هم میرن حرم حضرت معصومه که دای کمال هم بخون. مثلا ایشون دای کمال چیه؟ خب به من وقت گذاشتم، یعنی با خیلی از افراد صحبت کردم و امروز دارم یه نکته روی نتیجه رو میخوام به شما برسونم. یعنی اینکه خب همون موقع هم اینجوری بوده دیگه، یعنی شما نباید انتظار داشتید مثلا الان که صبح تا شب این دای کمال تو تلویزیون پخش شده مردم میشناسن اینو نگاه بکنن. همونجوری که مثلا یه نفر برگرده مثلا به شما بگه آقا داری میری مثلا دعای نمیدونم سنمه قریش هم بخون، میگه آقا این چه دعاییه؟ چون عرف نیست. حالا تو بگردی تو مفاتیح هم پیدا میشه. خب یه حتی دای کومل اینجوری بوده. خب و یک جریانی در یک پروسه و در یک پروژه ایشون به این سمت به نظر من کشیده شد. ببین خب من توییتی زدم چند وقت پیش و آشوب‌های اخیر پیشبینی کردم. خب اینم برمیگشت به نقاشی که در واقع از خانم رهنورد پخش شد، خانم رهنورد کشید و یا با همکاری های موسوی، اما به نظر من نقاشی خانم رهنورده.
توی اونجا خب دقیقا مبتنی بر همون که یک انقلاب زنانه ما داریم و این ققنوسیست و اینی که عرض میکنم از اون حس نمیخوام بررسی کنم، میخوام سیر تاریخی رو بگم و این روی در مورد روی این تایملاین جلو بریم، اینجوری حداقل این بهانه چون میگن آقا شما باید بیاید صدها دلیل بیارید، به نظر من وقوع هر چیزی آشکارترین دلیل براش، منتها برای این که در واقع این بهانه ها گرفته بشه دارم اینطور عرض میکنم و یعنی اون مسئله جدی و راجع به اون هم میشه صحبت کرد و به هیچ وجه ناقض و نافی و نفی کننده این موارد به هیچ وجه نیست، بلکه تایید کننده است. آقای میرحسین موسوی بارها قبل از 88 سراغ او رفتند برای اینکه در انتخابات بیارنش و او گریزان و فراری بود. یعنی میخوام ببینید باید روانشناسی این فرد به دستتون بیاد. یه گعده خودشون داشتن که جمعیت هم درستیان جمعیت توحید و تعاون، آقای خدمت شما محمد رضا بهشتی، سید علی رضا بهشتی جمهوری اسلامی، جعفری محمد باقریان، مسیح مهاجری، حمزه قالبی، اردشیر امیر ارجمند، قربان بهزادیان نژاد، اینا یه تیم آدمایی بودن که اینا با هم جمع شدن و یه برنامه‌هایی می‌نوشتن، نشستایی داشتن، مثلا آذر 87 ششمین نشست سالانه‌شونه، اونجا اون اعلام حمایت از میرحسین صورت میگیره. حالا خیلی ما مثال یکی بعد بگه نه اونجا نبوده، دو روز بعد بوده، دو روز قبل بوده، اما دیگه از اونجاها صداها آروم آروم در اومد و این جزوه زیست مسلمانی که اینها دادن بیرون، با اینکه روی کرد اینا چی بود چطور بود با اون هم اصلا کاری ندارم. خب اون جزوه زیست مسلمانی خودش یک دو سه جلسه نقد جدی باید روش صورت بگیره. اما جالب بدونید که به اذعان افراد نزدیک به آقای موسوی سال 86 میرحسین موسوی به احمدی نژاد رأی داده بوده، هم خودش هم همسرش. اینم برمیگرده به اون شاید روحیه دو تا نکته شاید برگرده، یکیش اون روحیه ضد ساختاری میرحسین و دیگه اینکه یعنی احمدی نژاد روی آدم ساختار شکن میدید و اینکه یه جایی هم خسته شده بود از یه سری اتفاقاتی که در دولت های هاشمی و دولت های خاتمی افتاده بود از نظر اقتصادی، چون میرحسین بالاخره اون گرایشات دهه 60 رو داره و یعنی اون چی که ما امروز میتونیم اسمش بزنیم مثلا توجه به ساده زیستی. ببینید بارها میتونست مثلا سوالا میتونست بره بالا شهر خونه بخره، اما تو همون منطقه‌ای که الان در واقع منطقه حفاظت شده است، در واقع بین بیت و پاستور اون منطقه است، در واقع اونجا خونش اونجاست، خونه مال خودشه، یعنی اونجا رو خریده، خونه بزرگه 500 متر خونه است و میتونست بره بالا شهر، اما همونجا موند. اوایل دولت هم میونش با احمدی نژاد خوب بود، یعنی حتی خانمش مثلا فکر کنم دوره ریاست دانشگاه از زهرا بودن تو دولت احمدی نژاد. خب چی میشه که آرام آرام میرسیم به این نتیجه میرسه که میتونه بیاد کسی که مثلا دو سه مرتبه قبلش سراغش رفتن تو انتخابات قبلتر و نیومده، 84 رفتن نیومده، 76 رفتن نیومده، خب برای چی این اتفاق میفته؟ یا یک جریانی از اون میخواد که میتونن همین افرادی که اسم بردم دوروبریاش باشن، یا اینکه یعنی اون این چیزایی که من شنیدم خب و حالا چند درصد این چند درصد میتونه ترکیبی و اجماعی از اینها باشه، برآیند همینا باشه، و اینکه میگن مثلا تصمیم احمدی نژاد در منحل کردن سازمان برنامه‌ریزی خیلی موثر بود، یعنی اون این رو یک طغیان دید و احساس وظیفه کرد که باید بیاد و خدمتتون عرض بکنم اون احساس تکلیفی که در خیلی در واقع به وجود میاد میان همیشه تو انتخابات ها شرکت میکنن. اولا بنده استاد دوست داشتم که آقای احمد نژاد موفق باشن در کارشون و بنده وارد این عرصه نشم، اگر چین اعتقادی پیدا میکردم قطعا هر خودم لازم میدیدم که در اون کاری که هستم باشم و وارد این عرصه نشم. یکی از دلایل اصلی، یکی از مهمترین انگیزهای ما ورود برای صحنه انتخابات همین مثل گریز از قانون بوده. موارد بسیار سنگین و زیادی دارن که دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده و واقعا من احساس خوف کردم. انحلال سازمان برنامه بودجه که بنده جا مستندات قانونش که نمیتونه دولت این کارو بکنه، بنده توی زمین حساسیت دارم، دلیلش اینه که من حسی داشتم زمان مسئولیت خودم که یه دی ممکن با برنامه مخالف باشه، یه دی اصلا از اول انقلاب با برنامه مخالف بود، میگفتن شما به خدا توکل کنیم بالا نعمت خدا میریزه درش، اصلا خوششون نمیاد، میخواستن تکیه اول کنن.
به همین دلیل است خطر بنده در مجلس بازبینی قانون اساسی چیز بودم، سخنگوی اون بخش کمیسیون اجرایی بودم، مسئله امور استخدامی و برنامه بودجه رو مخصوصا در چیز پیشنهاد بنده است که سازمان قانون اساسی ما بیاد. و جالب اینجاست که تنها سازمان هایی که در این چیز اومده، در قانون اساسی اومده، خب دوستان اومده رو بسیار منحل کردن و تبدیل کردن به یک معاونتی که یعنی هیچ اختیاراتی نمیتونه داشته باشه. خب اول سال 88 جریان در واقع اصلاح طلب و تکنوکرات علی خصوص، یعنی هاشمی دنبال این بود که خاتمی رو بیاره و خاتمی هم اصلا شروع کرد، ایراد سفر رفت، یزد رفت، بوشهر رفت، یزد که زادگاه ایشونه و بوشهر هم به خاطر این پارس جنوبی و اینها خدمت شما عرض بکنم جز استانهایی بود که دولت اصلاحات محبوبیت داشت، اما استقبال خاصی و چشمگیری ازش صورت نگرفت. یه احساس خطر کرد. اینجا بود که اینا سراغ میرحسین رفتن، میرحسینی که البته تصمیم گرفته خودش بیاد، یعنی چند تا بردار کنار هم قرار گرفت و برایند اینا این شد که میرحسین افتاد. چون من تحلیلم اینه، یه بخشی اصولگراهایی بودن که کینه برداشته بودن از احمدی نژاد، اینها هم در تحریک میرحسین نقش داشتن، مثل آقای ناطق نوری، مثل امثالای با هنر، اینا هم دوست داشتن یه نفر بیاد احمدی نژاد رو شکست بده. یعنی دشمن مشترک خیلی ها رو حول هم جمع کرد. شما میدید جنگ، خدمت شما عرض کنم، جنگ امیرالمومنین در مقابل معاویه داره، خوارج هم تو سپاه امیرالمومنینن، اما معروفه میگن از حب علی نیست، از بغض معاویه است. یعنی خیلی ارادت به امیرالمومنین نداشتن، نه امیرالمومنین دشمن میدونستن، بعدن هم در نهروان جلوی امیرالمومنین جنگیدن. اما فعلا علی ابن ابی طالب علیه السلام یه بستری فراهم کرده که باش بتونیم بریم ما معاویه بجنگیم، فعلا بیایم این کارو انجام بدیم. یک اتفاق پراگماتیستی بود. خب و جبهه مشارکت هم دیگه کاندیدای مهمی نداشت که بتونه خدمت شما عرض بکنم از اون بهره برداری بکنه، در وروش سوار بشه. خب برای همه اینا آرام آرام دور هم جمع، برای همین هم دقت بفرمایید، مشارکت تا بعد از فروردین هم میرحسین حمایت میکنه. خب تا قبلش اصلا خبری نیستش. به حدی هم روی او تأثیر میگذارن، چون دور خود آقای میرحسین و افرادی گرفته بودن که خیلی بلد نبودن این کار انتخاباتی رو. خب اما مشارکتی‌ها و کارگزارانی‌ها اینا که اومدن دورش، خب اینا بلد کار بودن. مثلا میرحسین منشا رفته بود جنوب شهر توی مسجدی مثلا چیز کرده بود اسمش، کار انتخاباتی شروع کرده بود، چفیه مینداخت. خب توی مسجدی رفته مثلا چفیه براش انداختن و رفت نشست مثلا در مورد بسیج صحبت کرده. خب ببینید این کجا با اینکه یوهی برات دارن ببرن برج میلاد. خب که اصلا تقیق. کار به یه جایی رسید که به حدی متأثر از جریان در واقع این رسانه‌ای اینا که خبره بودن دیگه، کارگزاری و مشارکتی، خبره این کار، کاربلد این کار بودن، قرار گرفت که اگر تاجیک بهش میگفت ریش پروفسوری هم بذار میذاشت. خب دیگه به این نتیجه رسید که آقا اینا بلده کنن و اون شور و هیجان آقای موسوی رو گرفت. ببین وقتی میگم شور و هیجان انتخابات آدم میگه، اینا انسانن، آدمن، بازم تاکید میکنم اینو ببینید. ببین مثلا اون موقع اطرافیان کرمی با آقای میرحسین رای میدن، چرا؟ تجمیع کنن رأیو و او همون دور اول مثلا دور اول بتونه انتخاب با رأی بالا انتخابات دور دوم بکشونه. متوجه اید این فضا بوده. بعد که میگیره آقا تقلب شده، در مثلا کاندیداهای دیگه هم ادعای عجیب غریب کردن. مثلا یکی از کاندیدا مثلا نامه‌شون هست مثلا من 7 میلیون ستادای من اعلام کردم از من رأی دارم، یعنی یک کسی غیر از میرحسین و کروبیا. خب اگه مثلا شما 7 میلیون داشته باشی، بس بعد او با این همه احمدی‌نژاد چقدر داشته، اصلا میشد اون موقع یه مشارکت مثلا 300% 400%. ببینید فضا این شکلی بود دیگه. آها جذبه شما سیاسیون رو نمیشناسید، بعد یه خورده مثلا ما بیشتر باشون سر و کله بزنید. اینه یک جاهایی اینه یه سلبریتی عمل میکنن. خب یعنی واقعا تشنه دیده شدن، تشنه شنیده شدن. برای همین هم هستش بعد از یه برهه‌ای که دیگه اون کارآمدیشون از دست میدن. خب مثلا شما سوال شاید بپرسید مثلا چرا فلانی تو انتخابات شرکت کرد، همین که اسمش مطرح بشه باور کن، همین که اسمش مطرح بشه براش موضوعیت داشته، همین که دوباره بیفته سر زبونا. یه مثال بزنم، حالا اصلا برام توهین به کسی نیست، مثال صرفاً دیگه. خب قبل از اینکه آقای قرضی تو انتخابات شرکت بکنه کدوم شما میشناختیش؟ چند درصدتون میشناختیش؟ آقای قرضی کی، از کجا اومد؟ مهرعلی زاده که سالها بوده نبوده، سالهاست که نبوده. خب یعنی اونایی که سن بالاتری دارن مثلا یادشون، مسئول تربیت بدنی
چیز بود، آقای خاتمی بود. خب بعد مثلا اومده توی چیز شرکت کرد تو انتخابات، حالا میاد حرف میزنه، نمیدونم. ببینید یعنی اینا تو این فضا ببینید چه جوریه سلبریتی، این کسایی که بهش کامنت براش میگذارن، بهش جهت میدن، خب همینطوره. یعنی اینکه بعد از یه مدت میبینن دیده نمیشن، یعنی خب چیکار کنیم کماکان دیده بشیم؟ از اینجا به بعد دیگه شما کاملا جهت داده میشید و همینجاست که در واقع نفوذ شکل میگیره. یعنی الزاماً این که میگم نفوذ، گفتم باید جدا بحث بکنیم، به این معنی نیست که نفر خودش عضو سرویس امنیتی CIA، موساد، پاگبه، MI6، هر جایی، نه، تحت تأثیر قرار میگیره. اصلا هوشمندی دستگاه امنیتی اینجوری هست که بدون که طرف متوجه باشه بهش جهت میدن و تو اون قالب میفته و ناخواسته اون مسیری که اینها بخوان میره و اون و شخصیت اینا بررسی میشه. یعنی روانشناس دارن اینها، خیلی عمیق بررسی صورت میگیره. حتی در مورد آقای ظریف یه بحثی مطرح شد زمانی که خاطرات ایشون اومد بیرون، میگفتن که آقا ما کلی می‌خواستیم زحمت بکشیم خوب بهتر آنالیز کنیم این فرد در مذاکرات. خب این کتاب میخونیم از بچگیش خودش گفته. اما این نافی نفوذ شخص و اینها هم نیست. خب یعنی هر دو تا اینو ما توام من معتقدم سال 88 داشتیم و دلایلی داریم، دلایلی داریم که اصلا مال قبل 88 مثلا مسئله است که سال 85 کسید مطرح کرد، یا صوتی که من مصاحبه که با آقای ابراهیم اسرافیلیان صورت گرفت، ما صوتشو داریم هنوز. ایشون همون شبی که مصاحبه رو انجام میده، فکر کنم روزنامه وطن امروز بود چی بود، یه مطلبی نوشت، یه اشاراتی کرد، همون شب مورد تهدید قرار گرفت، همون شب مورد تهدید قرار گرفت و خدمتتون عرض بکنم که فرداش تکذیب کرد صحبتاشو، منتها صوتشو من خودم هم دارم، یعنی خود شخص بنده دارم، همینجا هم یادمه یه ضبطی هم راجع به این مسئله انجام دادم. علل خصوص وقتی این نفوذ از جنس پیچیدگی هایی که دستگاه های نزدیک و جریانات نزدیک به جوامع مخفی و ماسونری و اینها دارن، دیگه خیلی کارو خاص میکنه. منتها تو این بحث و این تحلیل من همین تایملاین تاریخی رو فقط لحاظ کردم. من نکته دیگه هم نباید فراموش بکنیم که همسر ایشون هم نقش کلیدی داره روش، یعنی تأثیر داره روش حرفایی که ایشون میزنه. ایشون یعنی از 4-5 جهت داره مورد حمایت قرار میگیره و عمیقا خودش رو منجی میبینه. خب جریان مقابل رو به شدت سیاه میبینه، دو قطبی کامل میفته، برایشون یقینی میشه، یعنی به عینیت پیدا میکنه. خب سر ماجرای خدمت شما عرض بکنم، من خبر دارم این مسئله دارم خدمتتون عرض میکنم، سر ماجرای تقلب و اینها هم باور میرحسین واقعا یک تقلب شد. اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست. یعنی کارگزارانی ها نظرسنجی هایی که با ارائه میدادن متفاوت به واقعیت بود. نه دقت بفرمایید، خیلی جالب. من نمونه این رو در انتخابات اخیر دیدم. خب حالا بگم شاید شما حدس بزنید مثلا در مورد کی داریم صحبت میکنیم، من تا افراد مهم نیستن، اتفاق مهمه. یکی از این عزیزان با من تماس گرفت که مثلا شما نمیخواید از ما حمایت بکنی؟ گفتم من مشی هم نیست تو انتخابات ها، من میدونم کی نباید بیاد. راجع به این بیشتر صحبت میکنم که آقا ادامه دولت روحانی خیلی خطرناکه. خب اما کی باید بیاد دیگه خود مردم تشخیص بدن دیگه. خب هرچند شاید مثلا تو این انتخابات زمینی هم یه برداشتایی شد، اما من هرگز تو این انتخابات ها تا الان به این شکل نبوده که مثلا آی بدوید برید فلان کنید. دو حالت رو میگم، تو انتخاب مجلس گفتم مثلا لیستی رای بدید، پیروزی احتمالش زیاد قطعیه، ندید هم ممکنه مثلا طرف مقابل بخشایی رو بهت بگیره، مثلا 20 تا 10 تا برن تو. خب این تشخیص منه، حالا گذر زمان شاید نشون داد که نه، اگر لیستی هم رای نمیدادن از مثلا چه میدونم طرف مقابل اصولگرایان کسی هم نمیرفت. خب اما خب اون لحظه شما علم غیب که ندارید، که با اون چیزی که در جامعه میبینید و اون رصدهایی که دارید، تحلیلایی دارید کار میکنید و در واقع یه موقع هم هستش میخواد ریسک پذیری رو بیارید. خب من گفتم که آقا مشخصه دیگه، وقتی آقای رئیسی اومده اومده که رئیس جمهور بشه دیگه، چیز واضحه. بعد ایشون گفتش که نه من شانس بالایی دارم. گفتم تو چه حسابی شما میگید نظرسنجی برام فرست؟ خب من از مرکز ایسپا نظرسنجی رو میگرفتم که یکی از معتبرترین نظرسنجی‌های کشور رو انجام میده، چند تا انتخابات گذشته من اثبات کرده. یعنی من اصلا کار ندارم اینا مال کی از کجا اومدن چیکار میکنن، اون چیزی که گفتن قبل انتخابات، اون چیزی که بعد انتخابات در اومده، اینا خیلی بهم نزدیک.
عرضم کردم کتاب شده، مثلا 88شون کتاب شده، من دانشگاه تهران چاپ کردم، من دارم. خب من تعجب مثلا شب میدونم مثلا 15% اضافه تر نظر سنجی بود. خب قطعی بود این اشتباه. من دوباره پیگیری، دوباره بررسی، حتی مسئول اون مرکز نظر سنجی ایسپا تماس گرفتم، آقا مطمئنی دارید درست میگید این دفعه؟ اینجوری گفتن ما آبروی خودمون برش. حتی من یه جای شکم بهشون کردم، گفتم نکنه دارن نظر سازی میکنن و فلان، که بعیدم دونستم که یه نفر بیاد آبروی خودش رو این مرکز مطالعاتی پژوهشی خوب رو بیاد اینجوری از بین ببره. من بررسی که کردم بودم بله، این نظرسنجی توسط بخشایی از دولت آقای روحانی به این فرد داده میشد که در واقع موندنش باعث بشه رأی رئیسی شکسته بشه. خب یعنی من یک راجع مسئله دارم صحبت میکنم که خودم در جمعه همین اتفاق در مورد میرسه میفته. کارگزاران یا علل خصوص مهدی هاشمی نقش بسیار کلیدی داره. نظرسنجی که برای میرسه میفرستادن واقعا اینطور میدید، اما تو تهران رو میدید، دور بر خودش رو میدید، بالا شهر رو میدید، و چندینم چند تا ستاد داشت. یعنی خدمت شما عرض بکنم خودش یه ستاد داشت، بهزاد یا نژاد بود، اصلاح طلبها براش ستاد زده بودن، خدمت شما عرض کنم اصولگراها زدن، عباس آخوندی کارش انجام میداد که بعدن شد وزیر دولت رو. عرضم بکنم دولت میرحسین که میخواست اگر پیروز میشه سر کار بیاد، 92 تو روحانی همه به قدرت رسیدن، یعنی عموم اینها پست میگیرن. خب همه کسی که کار کردن نوبخت همین عباس آخوندی یکی یکی اینا همه میان وزیر میشن. یعنی فکر نکنید مثلا دولت میرحسین اگه مثلا میشد چه شکلی بود، یه چیز شبیه دولت روحانی هر چی بود اونم همونجوری بود، با این تفاوت که خدمت شما عرض بکنم دولت روحانی بدون جنگ و دعوا سر کار اومده بود، دولت میرحسین نه جنگ و دعوا داشت. خب یعنی خیلی دو قطبی تر بود، یعنی حتی کارش سخت‌تر از دولت روحانی پیش می‌رفت. خب و اصلا این خیلی هم با این مشارکتی‌ها میونه‌ای نداشت. اما الان چرا؟ الان با تاج‌زاده خوبه، چه می‌دونم با میردامادی خوبه، اینا بعد دعواست دیگه، اما قبلش ما دارم عرض می‌کنم. خب برای تقلبم این نظرسنجی‌ها داشتم عرض می‌کنم، اینا رو می‌بینه و آروم آروم اثر می‌ذاره. خب و متاسفانه افرادی هم که در عرض کردم از اصولگرایانی که مخالف احمدی نژاد بودن هم پالسای تقلب به این فرستادن، به اینو میکروبی. خب این که آقای کروبی گفتش که آقا دادگاه برگزار کن من میام اونجا اسم میبرم، میگم همین ما میخواست همین افراد اسم ببره. خب اونا رو چه حسابی گفته بودن؟ حساب مخالفت با احمدی نژاد. خب الان تموم شده راحت میتونیم صحبت بکنیم. من اصلا دهه 80 نمیفهمم ما داریم چی صحبت میکنیم. فکر طرف سال اول 80 هم به دنیا اومده باشه تو انتقاد 7 8 سالش بوده. خب یعنی الان سنس ندارن که گذر همیشه تاریخ این شکلیه که پالایش میکنه، اقیانوس گذر زمان پالایشگره. خب الان میشه راحت تر و دور از بغض و اینها صحبت کرد. آقای میرحسین به حدی بعضی موقع ها با چیز مشکل داره با اینها، ببینم که اون خوی توجه به سادیزیستی براش مهم بود و اون نگاه بالاخره مارکسیستی چجوری بگم نگاه چپی که ایشون داشت دیگه. خب این که پرونده علی هاشمی برادرزاده آقای هاشمی معروف رو در واقع بهشون میدن، این همون کسیه که توی مذاکرات مکفوردن هاشمی میفرستادش بره با طرف غربی صحبت بکنه، وقتی توسط ظاهرا خود رهبری، یعنی حداقل بیت اینجوری میدونم، میگن آقای اینا مال قبل این سال هاستیه، توسط آقای میرحسین موسوی مورد توجه قرار بگیره، اون بررسیش بکنه، که ایشون وقتی بررسی میکنه میگه اینا کارچاخ کنانن یا کارگزاران، یعنی اینجا عصبانی میشه و حجم مثلا کارهایی که اینا کرده بودن رو میبینه. یا مثلا توی این جریان کارگزارانی راستی افرادی مثل بیژن زنگنه یا عباس آخوندی خیلی تأثیر داشتن در تیز کردن میرحسین موسوی. خلاصه اینکه همه اینها باعث شد که میرحسین خودش رو در اون کارزار ببینه و بجنگه و اون شور جوانی درش زنده بشه و هنوزم به نظر من باور داره که آره اون دو تقلب شده بوده و یه روحیه خودشون، یه روحیه که دقیقاً مشابهش تو آقای احمدی نژاد هم می‌بینیم، یعنی دو تا قطب مثبت خوردن به هم دیگه جرقه زدن. خب این که اون قدی که جفت اینا دارن، خب یعنی دیگه اگه کاریو میکنم بیخیال نمیشم. مثلا نمیخوام احمدی نژاد و احمدی نژاد الان صحبت کنم، موزه و میرحسین، اما خیلی شبیهن به هم، این از یه جهاتی اصلا عین همن. خب این روحیه هم شما در واقع داشته باشید. و خانم رهنورد تأثیر زیادی روی در واقع او داره.
حرفایی که میزنه و اساسا خب خدمت شما عرض بکنم میر حسین رو وقتی شما تو بیانیه‌های اولیش نگاه میکردید شما همیشه یه ردی از امام توش بود. خب خیلی از این بیانیه‌ها هم همون تیمی که اول عرض کردم براش مینوشتن، یعنی مشورتی بود میومد بیرون. اما تو این آخری دیگه این قصه نیست. حالا چی شده؟ این جریان برانداز از دیگه چپ و راست عبور کرده. یعنی شما دیگه توی این قصه شلوغی‌های اخیر، آشوب‌های اخیر اینجوری بود که دیگه اینا به اصلاح طلبان فوش میدادن. خب اصلا اینا کاری با میر حسین ندارن. خیلی از خانواده ها ممکنه زخمیمون بکنن، بگن که ایشون در دهه 60 مقصر بوده توی اعدام ها، ایشون کسی که باید دادگاهی بشه، باید مجازات بشه، ایشون کسی که باید در واقع کمیته حقیقت یاب تشکیل بده برای تمام جنایت هایی که تو تمام این سال ها کرده. چندین کنشگری هم داشت میر حسین تو این اسنا، اصلا توجه نکردن، اصلا دیده نشد. خب کلم یکون شیء مذکور اصلا وجود نداره. خب برای این که بشه اینو زنده نگه داشت، الان خب یه رابطی داره. الان اون کسی که میخواد این ارتباط رو زنده نگه داره بین برانداز و یه کسی مثل میر حسین، اردشیر امیر ارجمنده. این که این چجوری به خارج رفت و حتی برهه هم که زندان بوده من پرسیدم، پیگیری کردم، جالبه نمیدونن که این چجوری آزاد شده. خیلی عجیب این جمله ها. میگن تو اون شلوغی ها و تو اون چه میدونم گیر و دار ما اصلا نفهمیدیم اینو کی آزاد کرد، چجوری آزاد شد. یعنی دستگیر شده بود اینا اوایل 88. بعد خلاصه میره خارج و الان رابطونه تونه، یعنی بین براندازها داره این اتفاق. برای همینه که در واقع میر حسین برای اینکه بتونه هنوز کماکان در محل توجه باشه، تو کانون توجه باشه، دیگه باید حرفای براندازگونه بزنه. یعنی عبور از همه اون چیزی که عقبه میر حسین موسوی بوده. یه آدم شما فراموش نکنید مثلا سال 88 معترضین چه شعارهایی میدن؟ رو پشت اون الله اکبر میگن. آرم ستاد میر حسین موسوی چه شبیه همین آرم انگشتر امام خمینی روح الله الموسوی الخمینی، شبیه اون کار کرد. نخست وزیر امام، نمیدونم بیت امام پشت سر منه، آیه حسن آقای خمینی پشت سر منه، نمیدونم خاتمی فامیل امام بوده. ببینید این فضاست. خب اما الان اون فضا، یعنی کسی میگه اینو الله اکبر میگن یا نه؟ الان قصه شلوغی های اخیر کشورمون چی گذشت تو این صد روزه اصلا اینا نیست، عبور از دینه. خب اینجا پس یا میر حسین کنار گذاشته میشه یا باید او خودش رو بنا نزدیک کنه، چون هرگز این جریان نمیخواد دوباره عقب نشینی بکنه. ما عرض کردم دیگه براندازه، یعنی دیگه اصلا نمیخواد یه رفرمیست داشته باشه، از درون بخواد چیز اصلاح کنه. ببینید به حدی آقای موسوی در این کارزار قرار میگیره، تو مصاحبه با نشریه تایم میگه که این اتفاقات به طرز غیر قابل بازگشتی، این تحولات غیر قابل بازگشتی شکل گرفته و حتی اشاره میکنه به اینکه توان رهبری محدود شد. و یعنی آقا ادامه بدیم، داره جواب میده. الان که وقت امتیاز گرفتنه، الان وقت اصلاحات اساسی و کلیدی در کشور. ببین خودش رو تو این قامت میبینه، یعنی یه دیگه هم دوست دارن دیگه اینجوری شونو بیارن بالا. و بعدها که دولت روحانی میاد سر کار، خب خیلی انتظار داشتن خب تموم بشه، عصر رو نمیره رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای روحانی. این آقای روحانی به هیچ وجه علاقه نداشت میر حسین موسوی آزاد بشه و حصر تمام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای روحانی تو 4 سال اول که صراحتاً عملا خودش رئیس جمهور میدونه، رئیس جمهور 4 سال اول و هاشمی رفسنجانی میدونه و یه اختلافاتی هم بین اینا آشکار شده بود، به خاطر اینکه از متلک‌ها و تیکه‌هایی که رد و بدل میشد مشخص بود دیگه. آقای هاشمی در جماران مخصوصا که از دعوا سر آقای حسن آقای خمینی توی جماران صراحتاً اعلام میکنه که مثلا این آقا 3% بیشتر رأی نداشت، ما حمایت کم شد مثلا 51%. خب واقعا همین بود، حقیقتا این بود، یعنی اگر حمایت هاشمی نبود اصلا کسی به روحانی رأی نمیداد. من با آقای دکتر روحانی کردم، خیلی راحت کارش انجام شد. در ظرف یه هفته ایشون از 3-4% یه دفعه رفت 50 چند درصد. خب یه تیم خبره‌ای که کار شده بود، مثلا مدل تبلیغاتی که در انگلستان کار شده بود اومد عینا در ایران پیاده شد، خیلی از انگلیس درس خونده ها اومدن، یعنی تیم بریتانیایی واقعا اومد پشت کار. خب
همون همتی که پشت سر میرحسین بود سال 92 با تمام از کارگزاران گرفته تا مشارکت و تا مخالفان و در واقع مخالفان درونی اصولگرا همه دور هم جمع شدن و در واقع آقای روحانی رئیس جمهور شد. خب آقای روحانی 4 سال اول بعضی از وزرای گردن کلفتش مثل نعمت‌زاده، مثل قاضی‌زاده هاشمی اصلا به روحانی گزارش نمیدادن. اصلا روحانی رو میگفتن تو هاشمی خودش می‌خواد شرکت کنه، رد صلاحیت شده. این تایید نشده، احراز نشده صلاحیتش، واقعا کبر سن بود و سن زیادشون که درست هم بود، دیدید تو همین اواسط مرد. فکر کنید مملکت اینجوری مردن، مسئول دستگاه اجرایی بس سنش مناسب باشه و سفرهایی که میره اینا. بعد هر چند بله منم میپذیرم انگیزه های سیاسی پشتش بوده، خب اما خب خدمت شما عرض بکنم آقای روحانی اینا سمش به اون پاسخگو نبودن، برای همینم هم هاشمی که مرد اینا اصلا دیگه کاری نداشتن با روحانی، دولتش رفتن خب نموندن. آقای روحانی بیاد چیکار کنه؟ یه میرحسین موسوی رو از توی حصر در بیاره که این کنشگریشو با این روحیاتی هم که داره، با این ویژگی که عرض کردم شروع کنه، خدمت شما عرض بکنم این طرف اون طرف رفتن سر و صدا کردن که عملا لیدری این جریان رو بگیره. شما تعارف نداریم، من نکاتی میخوام بزنم برای به قوای برخی برق بخوره، تریج قوای برخی، اما خب این واقعیت آقای روحانی حتی از کنشگریش مشخص بود، از حرف و حدیث هایی که دوربرش شنیده میشد مشخص بود که اصلا فضاش فضای اینه که خودش بر رهبری آماده کنه. خب که حالا من شروع کنم درس خارج گذاشتن، حتی موضوعش هم گفتن قرار درس خارج مذاکرات بذاره و نمیدونم یه بحثای این شکلی. بعد بیاد مثلا میرحسین رو نه، روحانی دوستش این کجدار و مریض همینجوری پیش بره و میرحسین ازش بهره برداری انتخاباتشو بکنه که کرد، وعده ها رو دادن، حرفا رو زدن، چقدر عمل کنن؟ هیچی. خب کار خودش میخواد بکنه. میخوام بگم واقعیت اینه، یعنی قدرت یه ویژگی هایی داره که شما خیلی انتظار نداشتش رفقا با هم رفیق باقی بمونن. اگر میخواید بدونید چی به چیه شما برید لیست مقابل مشارکتی رو تو مجلسشون ببینید، سر لیستشون ببینید کیه. خب بعد ببین چه افرادی تو اون لیستن. من این نکاتی دارم عرض میکنم، دوستان خواهش میکنم کلیپاش هم بذارن، عکساش هم بذارن و این عکس‌ها رو وقت بدید زوم بکنید دیده بشن، ببین چه تیپ آدمایی تو لیستن رفتن زیل هاشمی. ببین همه هستن دیگه، از محمود احمدی نژاد بگیر تا کجا. یه روز جلوی مشارکت همه شدن یه جبهه. خب بعد چی شده الان یه نفر دیگه است؟ آخر قدرت واقعا شیرینه. ببینید جریان اصلاحات دهه 60 جریان چپه، قدرت تو دستشه. بعد که راستی یا هاشمی اینا میان سر کار، اینا کنار گذاشته میشن. رئیس مجلس ناطق نوری و نمیدونم اکبر هاشمی هم که خدمت شما عرض بکنم رئیس جمهور رو، اینا کنار گذاشته میشن. با کنار گذاشته شده ها همزاد پنداری میکنن. اونا کیان؟ اونا نهضت آزادی هن. یا حرفای اونا رو میزنن. همین اتفاق در مورد احمدی نژاد هم افتاد. احمد نژاد وقتی از قدرت کنار گذاشته میشه خب و بازی داده نمیشه، آدم معرفی میکنه تو انتخابات، رد صلاحیت میشه، خب خود شرکت میکنه رد صلاحیت، چه اتفاق میفته؟ با کنار گذاشته شده ها به نوعی همزاد پنداری میکنه. شما میبینی که به آیه حسن آقای خمینی نزدیک میشه، نمیدونم اینا نتیجه چی، حرفایی میزنه که بعضی موقع اونوریا نزدن. طبیعیه، شما آدما ربات نمینن، انسان اینا مثل من شما اینا. خدمت شما عرض بکنم سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، این واقعیته. یعنی روانشناسی سیاسی مسئله بسیار جدیست. اینا انسانن، برخیشون احساساتی هن، برخیشون نمیدونم عرض کردم مثلا قدن، بعضیشون کینه ای هن. مثلا یه نفر به تاریخ ما رو بررسی کنه به کینه ای بودن آیا هاشمی اشاره نکن، بسه اشتباه. اصلا از قضا بنده معتقدم که همین مسئله ما هاشمی رو زمین زد. خب اگر این خصلت رو نداشت خیلی موفق تر میشد. یعنی یک بعد بازگشتش هم به سیاست خیزرانی بود، یعنی مثل این نیای خیزران که میخوابونی یوهویی به سرعت برمیگردم. این شما چه اتفاق افتاده؟ 88 مردم با فوش به هاشمی به احمدی نژاد رای دادن، 92 4 سال بعد با دفاع هاشمی به روحانی رای دادن. چطور ممکنه؟ این روحیات مردم ما رو نشون میده، روحیات این سیاستمدارا هم نشون میده. خب واقعیت. یا مثلا همین بحث تقلب، این چقدر جالب، تقریبا همه انتخاباتی که آقای هاشمی توش رأی نمیاره رو زیر سوال میبره.
انتخابات 84 اتفاق افتاد. قبلش دائما استاندارا خوبم اصلاح طلب بودن، دیگران می آمدن، منم نمیخواستم بیام، خواهش میکردن از من که بیام. بعد از ما یه جور دیگه میشه، اونا لشکرکشی کردن، چه کار کردن. هر وقتی فهمیدن من میام، میدونستن رأی خیلی بالاست. اونجوری شد. حتی مرحله دوم استاندارا کلی ول کردن، اصلا کاری نداشتن به انتخابات، هر چی خواستن تو صندوق ریختن و هر چی هم خواستن خوندن، کاری دیگه نداشتن. توصیه‌تون به هوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر تقصیر کردن بریم رد تو خیابونا. باش خانم بریم. تنها انتخابی که محکم میپذیره 92. برای چی؟ برای اینکه آدمش رأی آورده. یه سالم‌ترین انتخابات. خانم رهنورد هم همینه. جالبه که اولین کسی که اصلاً یعنی روحیات خانم رهنورد ویژه باید بررسی بشه. خیلی تأثیر داره روی میرحسین. همین الان افرادی کاندیدا هستن برای بعضی از وزارتخونه ها که به اعتقاد من خط فکریشون درست نیست، ولی متاسفانه کاری نمیتونم بکنم، فقط میتونم به اندازه یه رأی مخالف بهشون بدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. و یکی از نمونه هاش رو میگم الان به شما که میتونم بگم، و اون هم آقای موسوی. علاقه بر موضع‌گیری خود ایشون، من موضع‌گیری خانومش هم نمیپسندم. این نمیپسندم که نظر من نیست، نظر اسلامه. یه همش مزخرفاتی رو به هم بافته به اسم اسلام. بله، زهرا رهنورده. همون چیزی که کتابایی مثل طلوع زن مسلمان و نمیدونم همگام با یوسف و قیام موسی و هر چیز اینا تونسته به هم بافته. در همین کتاب طلوع زن مسلمان تمام جملاتی که مربوط به نهج البلاغه علی علیه السلامه به فارسی نوشته اون جمله ها رو، بعد به عنوان تبلیغات ارتجاعیون بر علیه زن اون رو کوبیده. هر کسی هم که میخونه متوجه نمیشه که اینا همون چیزیست که این متن نهج البلاغه است. اینو به فارسی نوشته، بعد کسی هم که میخونه میبینه عجب این مرتجعین عجب چیزایی مزخرفی گفتن. اگر همین کتاب طلوع زن مسلمان ظاهرم باید باشد، یا نمیدونم اون یه چیز دیگه، حجاب زن مسلمان یه چیز دیگه، در اونجا میگه که بله، میگویند که زن از دنده چپ مرد بلند شده. اول اینو شعر میده، بعد 20-30 صفحه اینو میکوبه. همه هم میگن ببین این چقدر زن خوبیه، چقدر از زنها دفاع میکنه، همش هم با استدلال قرآنی، حدیث، روایت. حالا هیچ کس هم نمیپرسه اصلا کی گفته زن از دنده چپ مردی که تو داری زردش میکنی، اصلا همچین مسئله از کجا اومده، چی قبول داره این مطلب رو که تو حالا اومدی در 20-30 صفحه داری رد میکنی مطلب رو. و حتی در روی عربی اون رد بیسواده که در یک جایی اون نفس واحده رو مؤنث گرفته، فکر کرده اصلی که اون تش اون تای تأنیث گرفته و مثلا رو فکر کرده که اون مؤنثه. یک چیزای عجیب و غریبی، اصطلاح عجیب و غریبی. شما به یه بررسی بفرمایید، مثلا خانم رهنورد کاندیدای دور اول خبرگان رهبریه. ببین چه انتخاباتی بوده که ایشون اصلا جزء کاندیدای خبرگان رهبری بوده. و جالبه تو لیست کیه، یعنی بگم حمامیانش کیان؟ سازمان مجاهدین. عجب ملغمه ایست ها. خب حالا چی شده رأی نمیاره؟ ایشون چیکار میکنه؟ انتخابات زیر سوال میبره. یعنی این که آقا ما تو هر بازی ببازیم، یا استدلال عجیب غریبی که مثلا ایشون آورده، میگم داماد لورا مثلا، آیا مثلا به او به داماد لورا رأی ندادم میرسم، چرا بدم به خود لوره رأی بدم؟ کروبی اونجاست. چه استدلالیه؟ خب شخصی که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن این مطلب وزارت کشوره. مثلا لرستان که خود من لور هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم، موسوی رو نمیگذارن که آقای احمدی نژاد رای بدن. استانهایی بوده که اصلا طرف اهل همون استان بوده رای نیورده. انگیزه ها متفاوت مختلف. حالا ممکنه تو یه بخشی من مثلا آقای جلیلی تو انتخابات 92 توی بشاگرد و اون طرفا رایش بیشتر بود یادمه. خب اهل اونجا اصلا خراسان جنوبی هستن، اصلا چه ربطی به اونجا داره؟ این دلایل عجیب غریبی که رتب و یابس به هم بافتن دیگه. خب یعنی تر و خشک هم یعنی که یه چیزی از توش در بیاری. خب این روحیات باید ثبت بشه، اینو باید تو ذهن اینا دارن، برای تاریخ دارم عرض میکنم. الان اصلا دعوا قصه دلار رو نمیدونم چه و چه و چه، از قضا همین الان باید این حرفا رو بزنن. در رابطه با حسرم اینطور که توییتی بود من دیدم، تک سال من توییت دیدم، ببینم دختر ایشون
فکر کنم کار نرگس خانمشون باشه چون او بیشترین روحیاتو داره. خدمتتون عرض کنم عکسی گذاشته شده بود مثلا نرده یا نمیدونم چی، بگیم که اینا اصلا از اردیبهشت اصلا وجود نداره، اینا این عکس قدیمیه. خب و نکته دیگه این که از 97 آزادی رهنورد بهش ابلاغ شده، خانم رهنورد خودش دوست داره، یعنی بدونید یعنی ایشون الان آزاده، هر جور دلش بخواد بتونه بره. جالب بدونید این دو نفر الان تو همون خونه که تو اون منطقه دارن، خونه بزرگی 500 متر خونه است، دارن زندگی میکنن. اون بغلش یه خونه بود که در واقع مال محافظاش بود، و خب همون خونه خودشون کاملا مجزا، فامیلاش رفت و آمد دارن، خودش میره خونه فامیلاشون برمیگرده، همه چی در دسترسش، روزنامه، اینترنت، گوشی موبایل، نمیدونم چی. و عرض کردم خانم رهنورد که اصلا از 97 آزاده، دوست نداره. من احساس میکنم یه پوزیشن مصدق گونه گرفته، دوست داره مثل مصدق باشه. خب والا دکترشون رو میرن، نمیدونم هر جور دلشون بخواد میتونن برن، مسافرت بخوان برن میتونن برن. منتها آی میروزن خودش کلا فضای بسته‌ای داره. حالا همین الان هم که مثلا تلفن دستشه، مثلا شمارش دستش از رفقاش هست، زنگ میزن جواب نمیده. خب خودش اینجوری دوست داره مثلا با چند نفر ویژه، فقط به دو سه نفر مثلا، حالا کمتر بیشتر، مثلا بیشتر ارتباط بگیره. خودش اینطوریه. آقای کروبینا مثلا شما دیده مثلا سر این رفت، شمال رفت، مهمونی این طرف اون طرف، مثلا روحیات آقای کروبی کاملا متفاوت از در واقع میرحسین موسویه. خب یعنی این حسرم به شما بگم، فیلماش هست، عکساش هست، اومده بیرون. حالا دوستان یه بنده خدایی که اصلا با گوشی تو خیابون دیده بود فیلم گرفته بود برام فرستاده، خب تو کوچه دیده بود در خونه داره میاد بیرون، تعجب اصلا تعجب کرد فیلم گرفته مثلا فرستاده. حالا اینا رو من میگم دوستان کار بکنن شما ببینید. قصه حسرم الان اینجوریه، یعنی حتی خانم رهنورد داره نقاشی میشه، نقاشیشو میفروشه و هر دو دارن حقوق بازنشستگی هیئت علمی میگیرن. یعنی شما فکر کن مثلا از یه طرف اگر محاکمه میشدی یا اقدام علیه امنیت ملی بودی یا بغی بودی، خب یعنی تاش دیگه زندان بگیری تا اعدام، بعد حقوق بازنشستگی هم بگیری، از حقوق بازنشستگی هیئت علمی بگیرید، یعنی زندگیشو دارن میکنن، اینترنت داره، خب الان بیانیه میده، نمیدونم این خانم رهنورد چه آزاد آزاده. خب از الانم نیست شما فکر کن مثلا ما 5 ماه 6 ماه نمیدونم چه، از 97 منتها خودشون دوست دارن بگن آقا ما دائم تحت نظریم، ما دائم مثلا حتی میگن تو تماسای تلفنی هم یه جوری القا بکنن به طرف مقابلشون که مثلا آقا اینا هم مصدقیم دیگه، اینو قشنگ در واقع یه CCF چی بگم، در واقع یه پوزیشنی برای خودشون انتخاب کردن، یه جایگاه اینطوری مصدقگونه برای خودشون در واقع در نظر گرفتن. الان رابطی که آقای موسوی داره و در واقع متأثر از اوس بهش اعتماد داره، همین اردشیر امیر ارجمند که برادر او مسعود عضو سازمان منافقین، سازمان مجاهدین در استراسبورگ، عضو رسمی ها، خب یعنی یک ارتباط اینجوری برقرار کردن. شاید الانم که میگه خورده رو کرده این توی بیانیه اتفاقات جدید داره میفته، اون موسوی دیگه توش نیست، موسوی که ما میشناختیم وجود نداره، اینی که دیگه برای زنده ماندن شما، برای دیده شدن دیگه بالاخره با این عقبه دیگه جذابیتی نداری. حتی مواردی بوده که مثلا اینها خرید رفتن جایی، خب مثلا طرف نشناختشون، دو تا من نمیشناسی بوده، نه نمیشناسم، یه جوونی بوده، خب چیه مثلا یکی بوده مثلا کروبی رو دیده گفته امام جمعه جاییه، نه من نمیشناسم، خب اون حالا اون که بزرگتری بوده، حالا مسن بوده تو مغازه برگشته تو سفر شمال، همینه که خدمت شما عرض بکنم که شما آشنایی اونم مثلا، چون الان مردم دغدغه‌هایی دارن که عرض کردم من دنبال نیستم، یعنی الان اصلا اهمیتی نداره مسئله، اما باید توی تاریخ این ثبت بشه که آقا حصر 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 بسش اینه. خب یعنی طرف بعدش هم نمیاد یه جاهایی که مثلا کسی مثل الان خصوص عرض کردم خود میرسیم مثلا مصدق باشه یا زهرا رهنورد، تو آزادی اصلا باشه بریم بر اونور، خب ابلاغ شده نمیره، دوست داره ما محافظیم بر اونور بره، دوست داره دیده بشه که مثلا چند نفر کنارشن که این چرا، چون الان مهمونه چند وقت پیش عکس اومده بود یه موتوری پیتزا آورده بود، نمیدونم چی بود، دارم میچرخم برخوش یای موسوی پژوی داشتم چی داشت چادر کشیده بود کنار مثلا کوچه همیشون باش و عرض کردم اون فضای
مصدقی رو داره دیگه از نظر ذهنی. ما آدما رو نمیتونیم خارج از این مسئله بررسی کنیم. عرض کردم تاکید میکنم در واقع اینا ربات نیستن. اینم بگم صحبت در این مسئله زیاده، فراوانه و شاید یه خورده دیگه بگذره، یکی دو سال دیگه بشه بیشتر راجع به این چیزا حرف زد. اون جریان اصولگرایی که به میروسن فشار آوردن کیا بودن؟ بله با مثلا کسی که به کروبی زنگ میزنه از بین اصولگرایان فرد معممی که تماس میگیره و میگه که تقلب شده کیه؟ اون دلیل اون آدم چیه؟ خب و با خودش چه دو تا چهار تا کردیم چند؟ چون واقعیت اینه اگر بگیم مثلا تقلب که هرگز در واقع مثلا بحثش مطرح نیست، خب اما تخلف بوده، همین دولت روحانی مگه نکرد؟ خب هم تو 92 انجام داد، چیه عذر میخوام، هم 96 انجام داد، هم 1400. اما این که یه قاعده درست بشه که مثلا یهو مثلا شما بتونید مثلا 10 میلیون رای برآورد کنه، واقعا نمیشه در انتخابات ایران. صحبت خود آقای تاجزاده است داره توی تو صحبت میکنه، کسای دیگه اینا دوربین مخفیه گرفتن پخش کردن، میگه آقا من خودم برگزار کننده انتخابات بودم، اینقدر تقلب اصلا نمیتونه بشه. انتخابات دارم میدونم تو ممکنه میگه یه یه میتونه عرب داره شده باشه، ولی مند چند خوب دا حالا بجا بجا بیس پنگ میتونه چهار در بگه شاید بیس و چهار رو بزنیم چون زن بگیم مثلا انتخابت باختیم، انتخابت باختیم، انتخابت باختیم. متاسفانه این دفعه شورای نگهبان در مقدمات انتخابات خوب مراقبت نکرد، وگرنه من با نظر عزتالی موافقم که صندوقا رو 20 بارم که بشمارم نتیجه آرا عوض بخواهد شد اگر صندوق رو بشماره کنم. خیلی اتفاق رو خونسته نکم این برون برداشت بوت، بهانه بود دیگه برای امتیازگیری. خب سیاست دیگه، سیاست بدون اخلاق یعنی همین که آقا فعلا دعوا میکنیم، حالا نتونستیم کل دولت رو بگیم، چهار تا وزارتخونه که میتونیم بگیریم، نتونستیم یه اثری میتونیم بگذاریم، میتونیم تو انتخابات ها پررنگ ظاهر بشیم. خب همین اخیراً هم تو این شلوغی اخیر اگه میدید یه سری از جریان اصلاح طلب اینقدر تند یه سری کنشگری داشتن، به خاطر چی؟ اون نگران خودشون بودن، جوش خودشونو میزدن، همش چی میگفتن، گفتن ببینید مرحله بعد از اصلاح طلبی اینا رو ببینید قدر ما رو ندونستید فلان. من منکر نیستم بخش از نفت درسته، بخش از نفت درسته، خب اینکه چقدر بمانه در محل بحث من نیست، یه روز جدا بشین بحث، اما تو منظورت این نیست. شما میگی من تو قدرت باشم، تو قدرت هم قرار بگیرم همین وعده فراموش میشه. خب آقا مگه با دو تا دوره 8 سال با وعده خدمتتون عرض بکنم همین رفع حصر اومدن، فیلم ساختن، سریال ساختن، شبکه خانگی پخش کرد و نمیدونم کلی از این قصه ها رو درست کردن، خب هدف چی بود؟ هدف اینه که مثلا یه الغای همین طور شکل بزنن. تو این سریال می‌خواستم برام مصدق رو آزاد کنن دیگه، خب تو شعرش رسما نم غریبی حصر رو نمیدونم چی و این تو چه فضایی بود؟ خبرایی هست که ممکنه دکتر مصدق رو بعد 3 سال حبسش تبعید کنن به احمد آباد، اگه این خبر صحت داشته باشه که ظاهرن داره، نباید بذاریم پای دکتر بیرسه به خاک تبعید، چون ممکنه واسه همیشه از دستشون بگیم. میخواید فراریش بدید؟ دقیقا داریم به همین موضوع فکر میکنیم. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، یعنی یه جوری عمومی و پابلیک بکنن. اومدن برداشتشونو کردن، رأیشون آوردن به رویش مخاطبشون رو خندیدن. خب و اصلا یکی از ضرباتی که دولت روحانی زد این که خیلی ها رو ناامید کرد، یعنی این جریانی که امروز برانداز شده یه زمانی امید داشته به اصلاح طلبای اینا، دنبال این نگرن همش تو اصولگراها. بله اصولگرا عملکردی داشتن که منجر به این بشه، خیلی کم، بیشتر خود اینان. خب آقا 8 سال دولت روحانی دیدن چه کنشگری چیکار کرد بابت رای به روحانی که یعنی غیر محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ کشور بوده دیگه، با زیر 10% محبوبیت از ریاست جمهوری رفت، تو تاریخ هم چنین چیزی سابقه نداشت. خب بعد شما یعنی بابت حمایت از او حرف شنیدن، این ثبت شد تو ذهنشون، یعنی اسمم چی بوده؟ امید. خب این که اصلا ناامیدی بود، یعنی همه رو ناامید کرد. این که ما همش میگه چیزی هم یه فضایی هم یه فاز و فضایی اصلاح طلبا دارن، اینم متاسفانه نمیدونم به فهمشون برمیگرده یا به اینکه به عنوان یه تاکتیک استفاده میکنن،
که هر دوه. یعنی چی؟ یعنی یک کاری میکنن که هر کسی مقابل اصلاح طلب باشه اصولگرا قلمداد بشه. یعنی فهم اینو ندارن که میشه یه جریان سوم بشه از جفتتون بعدش بیاد، خب یک جریان چهارمی باشه از جفته از ستاتون بعدش بده. اصلا چرا نباشه؟ بعضا تو اصولگرام همین جوریه، یه نفر ما رو نقد میکنه حتما مثلا اصلاح طلبه، یا اونا باز خیلی مسئله رو دینیش میکنن، یه کسی مثلا جلوی ماست آقا این با دین مشکل داره لابد، نه آقا این نفر مثلا شما خوشش نمیاد با دین هم مشکلی نداره، ضد ولایت فقیه هم نیست. خب یعنی اصولگرا دیدی یه نفر هول میدن ضد ولایت فقیه میکنن، اصلاح طرف یه نفر هول میدن اصولگراش میکنن. حتی من در مورد خودم اینها رو مکرر دیدم در مورد از اینها، و خیلی هم راحت توزیع رسانی بی اخلاقی میکنن. خلاصه اینکه این ویدیو رو ضبط کردیم برای اینکه ثبت بشه تو تاریخ، چون بعدن یه عده‌ای میخوان قضاوت کنن، یه عده‌ای میخوان پژوهش کنن، یا ممکنه یه توییتی ببینن و عکسی تو نرده و یه بچه و فکر کنن مثلا چه فضایی بود و نه اینطور نیست. خب و بینی بین الله سعی کردم منصفانه و نزدیک به هر آنچه که حقیقت می واقعا برای من حقیقته، خب راجب اینطور تحلیل بکنم.